با درود خدمت شما، من فرهاد کاشانی هستم و این ویدیو راجع به خانم فریده مرادخانی، خواهرزاده آقای خامنه‌ای. چند وقت پیش در تولد اولیا حضرت یه عده‌ای براشون شعر میخوندن و غیره و زالک، و یکی از این افراد من با تعجب دیدم خانم فریده مرادخانی بود که در واقع خواهرزاده خامنه‌ای و دختر شیخ علی تهرانی هستن، و اخیراً یه چیزی دیدم که ایشون رو گرفتن. گفتم خب حالا که گرفتنش دیگه لابد میشه راجبش صحبت کرد دیگه، خودش رفته یه کارایی کرده و بقیمان راجب رفته از اولیا حضرت داری تعریف بکنی، یعنی که داری به دایی خود یه جورایی فحش میدی. گفتم حالا یه پیشینه‌ای که من از ایشون دارم بگم، بعد نباشه بدونید. من اولین بار ایشون رو در سال مثلا 2005 نه 2003-2004 میلادی دیدم. ایشون برای مصاحبه کار اومده بود به شرکت مادیران، مهندس برق هست، و وقتی اومد برای مصاحبه من خیلی تعجب کردم، نگاه کردم تو رزومه ایشون، دیدم مدرک مهندسی برق رو از بغداد گرفته ایشون، درست در زمانی که جنگ ایران و عراق بوده. گفتم خانم شما چجوری تونستی اونجا این مدرک رو بگیری در حالی که تو جنگ بودیم؟ گفت یه ذره منومن کرد، گفت میگم ولی لطف کنید مثلا نگید به هم رکسانی. گفتم باشه. گفت من دختر شیخ علی تهرانی هستم. تازه من دوزاری افتاد، شیخ علی تهرانی شوهر خواهر خامنه ای بود، با خامنه ای 100% مخالف بود و به عراق پناهنده شده بود. در نتیجه بچه هاش هم لابد در اونجا درس خونده، فکر میکنم دو تا بچه داشته، یکی این خانوم، یکی هم یک آقایی فکر کنم نام محمود که در فرانسه دکتر بود، که ایشون هم جداگانه برای رژیم صحبت میکنه. یعنی بچه ها با اون که فرزندان تنها خواهر خامنه ای هستن و خامنه ای خواهر دیگه نداره، تنی سه چهار تا برادر داره ولی این تنها خواهرشه، خیلی هم مثلا براش عزیزه، ولی اینها راه پدر رو انتخاب کردن که مخالف خامنه ای هست، و به هر حال در یک جایی خامنه ای پدر اینا رو بخشید که بیاد ایران، ایران زندگی کنه. اومد و حالا به مرگ طبیعی مرد. این کاریست که صدام حسین در برای خانوادش نکرد. یعنی وقتی که داماداش با مخالفت از این رفتن به فکر میکنم سوریه، و این بهشون گفت نه بیاین آزاد اینا، من کارتون ندارم و فلان، وقتی برگشتن بلافاصله جفتشون رو ظرف 24 ساعت اعدام کرد، و بهانه‌اش این بود که من آزاد کردم ولی مردم نبخشیدن. به هر حال در این مورد خامنه‌ای بخشید، واقعا بخشید، و آقای شیخ علی تهرانی برگشت به ایران، اگرچه همیشه مخالف خامنه‌ای بود و از این ور اون ور میشنیدم چیزایی که نظریاتی که راجع به خامنه‌ای میده کاملا مخالف بود. در شرکت مادیران این خانم مرادخانی که در واقع نمیدونم چرا فامشون تهرانی نبود، مرادخانی بود، اینام است که آخوندها کلن یه اسمای دیگه همیشه میذارن که اگه وضع پس شد تو شناسنامه‌شون نمیتونی اسمشون رو پیدا کنی. به حال فامیلشون مرادخانی بود ولی پدرشون نام شیخ علی تهرانی معروف بود. ایشون فکر میکنم در اون شرکت ما با آقای مهندسی آشنا شد که اون آقای مهندس هم مهندس برق بود، و اون آقای مهندس در شرف طلاق بود از خانومش، و خانومش هم فکر میکرد که این آقا با این خانوم ارتباطی برقرار کرده، به این علت داره طلاق میگیره، و از این آدم هایی هم بود که میواجه رو شرکت شلوغ میکرد، سرصدا میکرد از این حرف ها، و ما به انتظامات میسوریم که این خانوم مرخصی کنیم بره اون خانم و اون آقا رو. یه روز من جلسه داشتم با یک تأمین کننده، نمیدونم برای یه خطوات الکترونیک بود، خازن بود، یه چیزی شبیه این بود، و قرار بود که با این خانم آقای مهندس ما با هم ساعت 9 در اون محل باشیم. من طبق معمول که همه جا زودتر میرم که دیر نباشم، زودتر رفتم و 10 دقیقه به 9 رسیدم و دیدم نه از دوستان خبری نیست، و دیگه نزدیکای 9 یکی یکی زنگ زدن که آقا ما امروز نمیتونیم بیایم و بعدا توضیح میدیم.
نزدیک ظهر بود که اومدن شرکت و توضیح بود که جداگانه اداره اطلاعات هرچی که اسمش هست اینا رو اون روز گرفته و به هر دوشون هشدار داده که آقا جون آبروی آقا دایی در خطره و شما باید مواظب باشین که دایی جان خلاصه آبروش چیز نشه و یه طوری این دوتا رو به قول معروف از این کار منع میکنن. ولی در آخر کار این آقا از خانمش طلاق گرفت و با ایشون ازدواج کرد و مراسم عقدشون رو هم خود خامنه ای انجام داد که من ازش میپرسیدم گفتم شما میرین اونجا راحتین توی کاخ سلطنتی یا هرچی که اسمش هست و میگفتش که خواهر برادرها رو نمیگردن ولی از خواهر برادرها یه درجه مبرتر باید از تو دستگاه متال دیتکتور یا چیز آهن کشف آهن رد بشن و با تفتیش بدنی احتمالا بشن و از این حرفا. یعنی نشون میده که خامنه‌ای به برادرزاده خواهرزاده‌هاش اعتماد نداره ولی فقط به خواهر برادرهاش اعتماد داره که خب برادرهاش به جز یکی که همشون موافق خودشن اون یکی یه مدار حرفای مخالف میزد که دیگه ازش مدت هاست خبری نیست و این خواهرم که حالا خودش به نظر میرسه بی‌طرف باشه ولی دوتا بچه‌ش هر دو با طرف هستن و مخالف خامنه‌ای هستن. به هر حال این داستانی که ما راجع به این می‌رسیم و من خیلی تعجب کردم این خانم شرکت کرده در یک مراسمی که در وصف شهبانو شعر گفته دیگه این آخرشه دیگه برای خاندان خامنه‌ای خواهرزادش بیاد در وصف دشمنش حرف بزنه دیگه توف سربالاست. لابد برای همین هم هست که حالا خوندم که خانم گرفتن و تحت محاکمه هست محاکمه نه حالا گرفتنش بره. حالا این وسط یه چیز خنده‌دارم بهتون بگم که شاید خود اون دو نفرم ندونن اون دامادشون یه جورایی شباهت زیادی به خامنه‌ای داره اگرچه اصلا نه نسبتی داره نه هیچ ولی یه شباهت داره حتی خامنه‌ای بدون عمامه. و از اونجایی که من در هیچ شرکتی که بعد از انقلاب کار کردم سه شرکت مختلف نگذاشتم یک دونه عکس خامنه‌ای یا خمینی روی دیوار باشه اون موقع به خنده به بچه‌هایی که می‌دونستن به نظر من این آقا شباهتی داره گفتم ما این آقا رو انتخاب کنیم به نام کارمند سال عکس ها شدیم چاپ کنن و زیرش هم ریز بنویسیم کارمند سالی رو بزنیم به دیوار ملت بگن ما عکس خامنه‌ای رو زدیم و کسی به کارمون کار نداره چون واقعا به نظر من شبیه بود. به حال اینم از این داستان این و امیدوارم که به حال ایشون رو آزاد کنن. آدم بسیار خوب و درستیه میتونست مثل بقیه خاندان به دوزی بپردازه مثل بقیه خاندان از لفت و لیس این مزایای این چیز امکان استفاده بکنه ولی ترجیح داد که کار درست رو بکنه و مخالف این رژیم باشه تا موافق. موافق بودن با اینا هیچ کاری نداره برای فامیلاشون که خب هر کدوم موافق باشن یه گوشه کارو میگیرن و یه دنم معاون وزارتخونه یا رئیس بازرسی شرکت نفتی و یه چیزی خلاصهشون میره. و اینی که این دوستان از اون مزایا گذشتن و همچین کاری میکنن واقعا قابل تقدیره و برای همین امیدوارم که ایشون کاری نداشته باشن و به هر حال بذارن به کارش ادامه بده. حالا یه نفرم بگه به خامنه‌ای فکر کنه یه دونه مخالفم داره مثل شاه که 5 تا مخالف داشته به هیچ جای دنیا بر نمیخوره. اینو گفتم حالا یه سری هم گفتم در دنباله این برای که ویدیوی حالا کوتاه نشه چند تا خاطره زمان شاه رو بگم چیزایی که ممکنه نسل جدید ندونه ممکنه فکر کنید که همونطور که ملت راجع به امریکا فکر کنن آقا امریکا دیگه همه چی عالیه همه چی پرفکت فلانه ولی اینطوری نیست. الان هم یه دفعه نبون زمان خمینی که هر چی مال زمان شاه بود مزخرف بود هر چی مال زمان خمینی بود عالی بود نه به الان که دیگه درست برعکس شده. یه موقع آدم باید به واقعیت نگاه کنه واقعیت حالا 80% طرف چیزاش درست باشه 20% غلط ایرادی نداره ولی اینی که بگی نه آقا طرف اصلا در زندگیش جز معصومی بوده هیچ وقت اشتباه نکرده همچین چیزی هم نیست. چند تا چیز زمان شما من یادم میاد یکیش اینه که یه روزی ما دبیرستان بودیم تصمیم گرفتن که موی پسرایی که موهاشون بلنده اون موقع موی بیتلی مد بود و موهاشون رو بگیرن تو خیابون بزنن و میگفتن که بعد کامیون سرباز وایساده بود و ملت رو میگرفتن و
ماهاش رو کوتاه میکردن. این که از اون کارهای خیلی احمقانه بود که فکر میکنم در بالاترین سطوح مملکت هم توش دخالت داشتن، چون این چیزی نبود که مثلا هویدا بتونه راجبش تصمیم بگیره و خیلی هم ملت رو ناراحت کرد. و این وسطه یه بابایی هم بود که رئیس ارکستر بود که از نام کدوم کشور دعوتش کرده بود، ایرانی بود البته، این موهای بلندی داشته و خب این رئیس ارکستر هم دوست دارن موقع که رهبری میکنن موهاشون رو تکونی بدن، میگه این آقا رو گرفتن موهاش رو ته زدن و خلاصه فکر کنم دیگه از اومد رفت از ایران. به حال یکی از این اشتباه ها بود که به حال پیش اومد و توجیهی هم براش نبود. یکی دیگه بود که یک روزی یک خانم آقای جوانی برای خرید عروسی میرن به یک فروشگاه به نام مثل بوتیک قاسمی اگه اشتباه نکنم تو خیابان وزرا، و در حالی که اینا اون تو بودن خانومی که شوهرش یکی از بالا رتبگان ساواک بوده ایشون هم میاد برای خرید، یه مرتبه میبینه که کیف پولش نیست، از کیف کوچیک لابد پول شروع میکنه که آی کیف و کی دزدیده و تو مغازه می سری مشتری بوده، و به رانندش که در ضمن محافظم هست میگه آقا درو به من عمر بگرد. میان این خانوم تازه عروس رو بگردن، آقای داماد بالاخره باید خودی نشون بده و نمیذارم مثلا زن منو بگردین و فلان، اونم قشنگ با هفتیر تق میزنه آقا رو میکشه. این از اون کارهای خیلی احمقانه در زمان شاه بود که به حال اینا شما وقتی آدم رو استخدام میکنید آخر به اسمتون تموم میشه. یکی ممکنه بگه آقا اون بالا بالایی رو که گذاشتی مثلا رئیس ساواک اگه آدم بهتری بود اونم راننده اینجوری استخدام نمیکرد، اینجوری نمیشد اینطوری. خلاصه اینا یه اتفاقاتی است که در اون زمان افتاد و اتفاقات جالبی نبود و شاید یه جورایی غیر مستقیم بالاخره این نقطه ها جمع میشه و یه روزی میزنه بیرون. اینم به هر حال چیزایی بود که در اون زمان اتفاق افتاد و کارش هم نمیشد که. خوب خوش باشید.